فیروزه جابانی همکارم اینجا در استودیو همراه ماست تا بیشتر به همین اخبار بپردازیم. فیروزه، می‌بینیم که زنان فعال در زمینه سیاست بعد از آزادی از زندان همچنان بر مطالبات خودشون پافشاری می‌کنن، از جمله همین خانم نسرین سودوده که حالا در آزادی موقت هست. زنانی که برای همین آزادی موقت هم، حالا خانم سودوده که برای درمان هستن، یا اون زنانی که دیدیم که مثل خانم سبا کردافشاری که هزینه‌های سنگین دادن ولی با این حرکت‌هایی که دارن، با این شعار زن زندگی آزادی، با این پوشش‌هایی که از سر برداشتن، حجاب اختیاری که دارن، میخوام بگم که این صدای رسا رو داشته باشن که راهشون ادامه داره، راه خودشون رو ادامه میدن و با وجود اینکه هزینه دادن پای پس نمیکشن از مطالباتشون. اما بپردازیم به گفتگوی خانم نسرین ستوده با CNN خانم امامپور که نکته‌های بسیار مهمی داره. همونطور که گفتی، ایشون در مرخصی درمانی هستن و یکی از پرسش‌هایی که خانم امامپور ازشون پرسیده همین هستش: آیا بیمی نداری، نمیترسی از اینکه در این شرایطی که آزاد موقت هستی و این فشارهایی که داری با ما گفتگو می‌کنی و همچنان روشنگری می‌کنی؟ پاسخ ایشون این بوده که چرا، به عنوان مادر برای فرزندانم که اونها هزینه‌هایی رو دارن میدن، خانواده من هنوز دارن به خاطر من و به خاطر مطالبات من هزینه میدن و ولی میترسم، ممکنه بترسم، ولی از اینکه فکر میکنم که آینده قراره اگر که من پای پس بکشم در با این حکومت باشه، آینده که برای فرزندان هست بیمه بیشتری داره، پس بنابراین این ترس و واهمه رو ندارم. ایشون همونطور که خودت اشاره کردی به خیزش زن زندگی آزادی، مطالبات زنان، حضور زنان و مردان شجاع، حضور دانشجویان اشاره میکنن و میگن با وجود اینکه اونها هم هزینه دادن و باز اشاره میکنن به خشونت حکومت، خشونت اوریان حکومت، به اون گلوله ها، به اون صورت هایی که قربانی شده، به اون چشم هایی که از دست رفته و میگن که مردم همچنان بر مطالباتشون تکیه دارن و شجاعانه ایستادن و اون باز به قانون حجاب اجباری اشاره میکنن و میگن که برداشتن حجاب، داشتن حجاب اختیاری مطالبه همه مردم هست. ایشون به خانم ویدا موحد اشاره میکنن و اقدامی که انجام دادن و میگن که همچنان این خیزش در راستای اکثریت جامعه همین مطالبات رو دارن، اینکه حجاب اختیاری داشته باشن و اینکه بتونن خودشون آزادانه بگن که چی میخوان بپوشن. همچنین ایشون درباره نظر خودشون درباره تغییر رژیم که پیشتر گفته بودند به خانم امامپور پاسخ میدن که اگر نگاه کنم به آنچه گذشته در این بیش از 4 ماه حضور خیابانی مردم و بعد حضور مردم در رسانه‌های اجتماعی و ادامه مطالباتشون، از اونچه که در ون اتفاق افتاده برای ژینا مهسا امینی تا اونچه که مقابل بیمارستان گذشته تا اونچه که امروز هست، بله، ایشون همچنان باور دارن که مطالبه اصلی مردم تغییر رژیم هستش و این بر همون محور میره. اما فرهناز، نکته‌ای که باز ایشون هم تاکید دارن، ببین، این فعالان مدنی از هر پلتفرمی استفاده میکنن برای که صدای همدیگه باشن، برای که فقط مطالبات مردم رو نمیخوان و بعد هم مطالبات خودشون رو نمیخوان، مطالبات مردم رو میخوان و مطالبات و صدای همدیگه رو در واقع رسا میکنن. همونطور که دلیلم در جلوی زندان هم زنان دیشب همون فریاد میزدن از زن زندگی آزادی. مطالبات جامعه رو، دقیقاً جامعه رو میخوان و بعد ایشون اصلا این فرصت استفاده میکنن راجع به مطالبات آقای میثمی صحبت میکنن، میگن او هم برای خودش به عنوان یک فعال مدنی و سیاسی، اون بدنی که الان تبدیل به اسکلت شده، اون بدنی که دردآور هست دیدنش، او هم مطالباتش رو برای خودش نمیخواد. او مشخصا در مورد حجاب اختیاری صحبت کرده، در مورد توقف این ماشین های اعدام و خشونت صحبت کرده و باز درباره آزادی افرادی صحبت کرده، نام برده ازشون که شاید بیراه نباشه ما دوباره از اونها نام ببریم، آنچه که آقای میثمی خواسته، و اسامی این افراد رو با هم بگیم: محمد حبیبی، ناهید شیربیشه، رضا شهابی، بهاره هدایت، مصطفی نیلی و نیلوفر حامدی، که اینها هنوز ما تصویری از آزادی اینها نداریم و اینها جزوی از مطالبات آقای میثمی هستن که در اعتصاب هستن و خانم نسرین ستوده از ایشون هم یاد میکنن و از اینکه این مطالبات چقدر همسان هستش. از زنانی که آزاد شدن خانم آنیتا عباسی هست، ایشون از مردم تشکر کردن و گفتن که فعالیت خودشون در رسانه‌های اجتماعی ادامه میدن. ببینیم ویدئوی کوتاه ایشون رو. بله، ممنونم. فیروزه جابانی اینجا همراه ما بودیم. سلام بچه‌ها، چطورید؟ من آرمیتام، ببخشید که یه مقدار صدام گرفته. این ویدیو رو تو تاریخ 19 بهمن ماه دارم براتون میگیرم و میخواستم بابت تمام روزایی که من نبودم ولی شما همتون کنارم بودین ازتون تشکر کنم و اعلام کنم که از این به بعد این پیج رسمی منه. امیدوارم همون جوری که تا الان حمایتم میکردین از الان به بعدم حمایتم کنید.